از طرف ما کشته میشه، 10 نفر 5 نفر او طرف کشته میشه، وام از ما هست. کاش که نیروی دیگر خارجی در برابر ما مطرح می بود. باز افغان ها مثل پدران و نیاکان خود ضرب شمشیر از اونها را نشان میداد برشان. برای مجاهدین یا مخالفین اپوزیسیون رژیم افغانستان سلام میدهیم که جنگ ادامه بکنه، کشتارها و خونریزی ادامه پیدا بکنه و اونا را تشویق بکنیم که هیچ گونه حل تروریسم مبدل گردیده و استبداد مذهبی تمام رشته‌های سالم حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور را در هم پیچیده و وطن ما را به طرف کوره راه‌های نابودی و تباهی سوق داد، خون غلطانده و وطنمان این خانه مشترک تمام افغان‌ها را به ماتمسرای سیاه روزی و کشت و کشتار مبدل ساخته و خود افغانستان ریختند و میخواهند جامعه نو و شرایط نو را در وطنمان تعمیم بخشند. این خود سوال برانگیز است. آنانی که دیروز وطنمان را به مخروبه تبدیل کردند چگونه میتوانند به منادیان آزادی و تعمیم دموکراسی مبدل گردند؟ آنان که بنیادگرایی اثر و صورتشان میبارد، رولایه های اجتماعی جامد و راکده که هیچ نوع خیال تحول و تغییر را در ذهن ندارند اتکا می نماید. این امر سوال عمده ای را پیش می کشد که به کام وحشت و دهشت افتیدند و سوال نابودی و تباهی حتمی آن مطرح شد. عجب است که اکنون بعد از سالهای طولانی شکنجه و عذاب، فقر و فلاکت، سیاه روزی و ظلم و بیوطنی و آوارگی، باز هم همان آش است و همان کاسه، همان وحشت و همان دهشت. آنان که دیروز بنام هم بعد از وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 و حمله بر ساختمان‌های نیویورک روشن گردید که سر نخ در کجا گره خورده و دست کیها در گره زدنها اندر کار بوده است. خاک ضعیف است و توانا شده، زیرنشین علمت کائنات، ما به تو قایم چو تو قایم بذات، هستی تو صورت و پیوند نه، تو به کس و کس به تو مانند نه، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمردست و نمیرد تویی، ما همه فانی و بقا بست و راست، ملک تعالی و تقدس تو راست، جز تو فلک را خم چوگان که داد، دیگ جسد را نمک و جان که داد، تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت. هر که نگویای تو خاموش بی، هر که نگویای تو خاموش بی، هر چه نیاد تو فراموش بی. ساقی شب دستکش جام توست، مرغ سحر دستخوش نام توست. رخش به دیوفی تقدیم می کند. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتر معرفت کردگار. چراغ شهید، فقید دکتر نجیب الله و طرح مصالحه ملی. و اگر میگن که می مسلمان هستیم، باز دل جای خدا هست، بگذار اونا محاسبه میکنن دیگه. اینا در حکم خداوند خود را علیاذم بالله قرار ندن. اگر بر پیشانیشان نوشته است که لا اله الا الله و محمد رسول الله و بر پیشانی نجیب نوشته نیست، باز حق دارن بگوین که این برادر علامت مسلمانی در اینجا هست. اگر بر سینهشان چیز حق شده باشه نشان بدن برای ما. در غیر صورت اگر به عمل ارتباط داره و به ظاهر ارتباط داره، ما حکم خدا را تطبیق میکنم، میگم صلح میخوایم، میگه که ما جنگ میخوایم، کدامش اسلام است؟ دوستان محترم، وطنداران عزیز، ملت افغانستان طی سالهای جنگ قربانی های فراوان دادند. بیایید به خاطر خون پاک تمام افغانهایی که در راه حق و عدالت جان شیرین خود را از دست دادند و دربار خداوند لایزال نیایش کنیم که بر این بندگان خود لطف و مرحمت خود را ارزانی داشته و گلم جنگ، خونریزی، تباهی و بربادی را از سرزمین افغانها برچینند. با گذشت زمان بسیار از مطالب و واقعیت ها روشن می گردد، حقایق از پرده بیرون می افتد، شک و تردید جای خیش را به یقین و باور می گذارد و صحت و سقم قضایا تثبیت گردیده و حقیقت مانند خورشید پرتو افگنده بر همه واضح می شود که دروغ پردازان معاملگر که ها بودند و حقیقت سرایان بیباک و از خود گذر چه کردند و چه حماسه از خود بجا گذاشتند. بعد از وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 و حمله بر ساختمان‌های نیویورک روشن گردید که سر نخ در کجا گره خورده و دست کیها در گره زدنها اندر کار بوده است. آنان که با تمام دم و دستگاه عریض و طویل و ادارات استخباراتی پرخرج و مجهز به تکنولوژی مدرن ادعای رهبری جهان را دارند، تعجیز شدند، ضعف و ناتوانیشان برای همه ملل جهان واضح گردید و خود دریافتند که هیولای وحشت و ترور دامنگیر خودشان شده و بنیادگرایی اسلامی این متحد دیرینهشان که به وسیله سازمان تروریستی و جنایتکار ISI پاکستان تقویت شده و می شود بر مواضع منافع حیاتیشان حمله ور شده و خطرات جدی را برای آینده در همه عرصه های حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بار آورده، اگر با آن برخورد قاطع و ریشه‌کن صورت نگیرد به خطر غیر قابل تصور برای همه دنیای متمدن مبدل خواهد گشت. تعداد از سیاسیون و تحلیلگران اظهار کردند که گویا در سال 1992 امکانات مساعد در افغانستان به وجود آمده بود که می توانست با توجه لازم هم جلو این هیولای وحشت گرفته شود و همچنین افغانستان با استفاده از آن فرصت توانمند شده تا به حیث کشور مستقل صلح در آن تأمین گردیده، دامنه جنگ و تباهی برچیده شود و در شاهراه ترقی و انکشاف حیات اقتصادی و اجتماعی خیش قرار گیرد. ولی متاسفانه با وقوع تمام اشتباهات و خیانت‌هایی که از طرف جوانب مختلف ذی‌دخل در قضیه افغانستان صورت گرفت، افغانستان به یک کشور حامل خطر تروریسم مبدل گردیده و استبداد مذهبی تمام رشته‌های سالم حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور را در هم پیچیده و وطن ما را به طرف کوره راه‌های نابودی و تباهی سوق داد. بیایید ببینیم که عاملین و حاملین اصلی این جنایت بزرگی که در حق ملت ما صورت گرفته است کیانند و چگونه ملت ارجمند ما را به خاک و خون غلطانده و وطنمان این خانه مشترک تمام افغانها را به ماتمسرای سیاه روزی و کشت و کشتار مبدل ساخته و خودشان این دیوانگان مست کرده جهان سرمایه و زور چگونه با اعمال نقشه‌های شیطانی خیش به تعجیز، تحقیر و توهین ملت بزرگوار ما دست زدند و اکنون که خودشان و منافع حیاتی آنها به خطر افتیده به افغانستان ریختند و میخواهند جامعه نو و شرایط نو را در وطنمان تعمیم بخشند. این خود سوال برانگیز است. آنان که دیروز وطنمان را به مخروبه تبدیل کردند چگونه میتوانند به منادیان آزادی و تعمیم دموکراسی مبدل گردند؟ آنان که بنیادگرایی اثر و صورتشان میبارد، آنان که هزاران جرم و جنایت را در حق ملت ما انجام دادند، آنان که هیچ سنگ بنای سالم را در ساختمان حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وطن ما نگذاشتند و همه چیز را به یغما بردند، باز باید آزموده شوند و در پیشاپیش همه باز چهره های ایشان ظاهر گردند. کسانی که دیروز نه به خاطر اسلام بلکه برای تصاحب و اشغال قدرت سیاسی در افغانستان هر نوع ظلم و ناروایی که بود بر مردم ما روا داشتند و تکیه بر قدرت ها و سازمان های خرابکار جاسوسی برون مرزی زدند، هیچگاه سخنگوی و ممثل واقعی دردها، آرزوها و آرمانهای مردم بیچاره ما نبودند. آیا چگونه میتوان بر آنها تکیه و اهداف بزرگ ساختمان یک جامعه دموکراتیک را برای آینده کشور ما پیریزی کرد؟ تکیه بر نیروهای کهنکار که از انجماد فکری و خرافه پرستی مالامال هستند نمیتواند وطن و مردم ما را به مسیر سالم تنظیم حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رهنمون شود. این شیوه کار امریکایی است که همیشه نیروهای روشنگر و وطن پرست و آنان را که می توانند مصدر خدمات قابل قدر برای وطن خویش گردند به دست فراموشی سپرده و باز هم روی همان اقشار و لایه های اجتماعی جامد و راکده که هیچ نوع خیال تحول و تغییر را در ذهن ندارند اتکا می نماید. این امر سوال عمده‌ای را پیش می کشد که آیا واقعاً ایالات متحده امریکا و متحدینش این بار با صداقت می خواهند در قضیه افغانستان برخورد نموده و یا این که منافع و علایق نوظهور کرده در نقشه ها و پلان های استراتژیک و منطقوی ایشان می خواهند عکت دیگری را به دست اجرا بگیرند؟ سالها قبل رهبر فقید مردم افغانستان دکتر نجیب الله با خردمندی و هوشیاری تحلیل بس فشرده از پیامدهای اوضاع سیاسی وطن خویش، منطقه و جهان را به خدمت همه تقدیم نمود و واضح ساخته بود که چه واقع خواهد شد و در همان لحظات خطیر تاریخی وی روی ختمش انسانی و شریفانه مصالحه ملی تکیه می‌زد و پافشاری می‌کرد که یگانه راه بیرون رفت از این معضلات در صلح و تأمین دموکراسی برای کشورش است و بس. و همین دلیل بارها و بارها از همه دعوت به عمل آورد تا در تأمین صلح و اعمار یک افغانستان آزاد و مستقل داخل اقدام شوند که متاسفانه از طرف جوانب بیشمار به شمول ایالات متحده امریکا، چین، روسیه، ایران و پاکستان بنیادگرا افغانستان و مردمش به کام وحشت و دهشت افتیدند و سوال نابودی و تباهی حتمی آن مطرح شد. عجب است که اکنون بعد از سالهای طولانی شکنجه و عذاب، فقر و فلاکت، سیاه روزی و ظلم و بیوطنی و آوارگی، باز هم همان آش است و همان کاسه، همان وحشت و همان دهشت. آنان که دیروز به نامهای مختلف مورد حمایت رنگارنگ جوامع غربی و امریکا قرار گرفته، باز هم بر مسند قدرت بنشینند و به حرافی و لفاظی پرداخته و دم از خدمت و آبادانی وطن بزنند. تا زمانی که خلع سلاح آمتام صورت نگیرد، تا قانون و قانونیت بر جامعه حاکم نشود، تا زمینه برای تبارز و تظاهر طیف وسیع نیروهای دموکراتیک و هواخواه تحول و ترقی مساعد نگردد، معضله افغانستان حل نخواهد شد. تقسیم شد. یک قسمتش در دست عربا افتید، یک قسمتش در دست پاکستانیا افتید، یک قسمتش در دست انگلیسا افتید، یک قسمت دیگه در دست اروپایا، یک قسمتش در دست امریکایا، یک قسمتش در دست دیگه، یک قسمتش در دست دیگه در دست بیگانگان افتید. ما گفتم که مسئولانه در برابر شما صحبت میکنم. حقایق تلخ است. چرا معضل امروزی ما حل و فصل نمیشه؟ برای که در تمام طول تاریخ از او جنگ ها با متجاوزین ما یک دست واحد بودیم، تن واحد بودیم، یک پارچه بودیم، عزیز و دلبند بودیم. افغان و ازبک و تاجک و هزاره و ترکمن نمی شناختیم. افغان بودیم، مسلمان بودیم و هیچ کس تاب و توان قدرت را در برابر ما نداشت. ولی عالی عرب می آید با عزت ما، با ننگ ما، با شرف ما، با غیرت ما، با قمندانیت ما، با همه چیز ما غرض داره. مرا یکی از قمندان ها، هنوز قطعات شوروی نرفته بودن، یک قمندان برجسته بود، نامش را میگیرم، برایم خط روان کرد. من خطش پاسخ گفتم و تمام خواستها و نیازهایی که مردم افغانستان داره و مسئولیتهایی که ما در قبال ازی مردم داریم، این سنگر و اون سنگر فرق نمیکنه. هر دوی ما مدعی هستیم که خدمت برای مردم را انجام بدیم و سنگ خدمت مردم را به سینه میزنیم. پاسخ دادم برشان که اگر شوروی ها برآمدن و جایش دیگر را گرفتن، اگر در اینجا باز مشاور امریکایی آمد، اگر در اینجا باز وهابی های عربی آمد، اگر در اینجا باز جنرال های یا میجرهای پاکستانی آمد، برای ما در خط نوشته کرد که در اون صورت باز ما افغان هستیم. تو افغانیت تا به اثبات برسان، باز ما هم افغانیت خود را به اثبات میرسانیم. حال در روزا ما باز خط برش روان کردم و خط شام این بار بسیار با متن خوب و با محتوای خوب رسید. برش نوشته کردم که نگفته بودم برای شما که اینها می آیند و آمدند. بر خاک ما صرف آل مداخله مطلی بس نیست، تجاوز. شما از طریق تلویزیون می بینین، مگر استقلال خود نداشتن، آزادی نداشتن، غلامان شده بودن. اونا اجازه ندادن برش. گفت نه، ملکت برو ویران کو، اسلامت برباد کو، عزت و ننگ و ناموست را لیلام کو. از اون خاطرت که در ظرف 5 ماه گذشته، 5 ماه تمام مردم افغانستان قضاوت خود را انجام دادن. نفرت مردم افغانستان علیهشان تحریک شده. نه اونایی که تجارت کردن، اونایی که بانک ها را پر کردن، اونایی که خودش با بادیگاردش بگذار تا آخرینشم که ببینی صاحب بهترین موترها و بهترین قصرها در اختیارشان وجود دارن و کی در میدانهای جنگ آمدن و جنگیدن. در اینجا فقط پیسه عرب است و دلار است و دینار است که اینج روان کده میرن بوجی بوجی و فقط در دست یکی دو نفر میته که تو ای برادرت بکش، تو ای برادرت بکش. کاش که اونا اینجا می آمدن، در صف اول می جنگیدن. آمد یک چند روز دزدانه در اینجا گلبودین آمد، بله با آمدن خود چی کرد؟ برای از اینکه خود سطر رو پوشانده باشد، دستور داد که راکت‌ها را فیر کنین سر کابل. ولو طرفداران 50% ما هم کشته میشه، چرا که خدا داره که کلش از مستی کشته شو، پروانه داره که من زنده باقی بمانم در اینجا. و امیالی شهرها را بگذارین شما، در کدام منطقه نیست که اینا زده خورد ندارن بین خود. در اون صورت اگر حکومت راستین بیه و سر حکومت کادی کابل بیه و بگوین که سر تخت یکیش بگوین که من میشینم و دیگیش بگوین که من میشینم و اینجا برادر با برادر، دختر با مادر، فرزند با پدر، خانه به خانه، کوچه با کوچه جنگ شروع شود. شما با ما اجازه میدین که از افغانستان لبنان ثانی بسازم؟ حال خواهد اقل یک ثبات نسبی قرار داره. ما شما خود رکایی 5-3 ساعت 4 ساعت 6 صحبت میکنیم به هم دیگر، دو خود سر بالا نخواد میکنیم. از او خاطر ما سوال ترک کردیم که برادران عزیز و محترم ما بیاین کدورت ها را پس میکنیم، دشمنی ها را پس میکنیم، کی باشه کی نباشه این گپا نمیتونه مسائل حل و فصل بکنه، کنار رفتن ها نمیتونه مسائل حل و فصل بکنه، کنار آمدن ها میتونه مسائل حل و فصل بکنه. بیاین با هم آشتی بکنیم، بیاین به جای افتراق اتحاد ملی و وحدت ملی را ایجاد بکنیم. خداوند جل شانه او فرموده که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بیاین به یک ریسمان وحدت و اتحاد و اتفاق اسلامیت و خداوندی چنگ مندازیم، افغانی چنگ مندازیم، وطنی چنگ مندازیم، این کار انجام بدیم. ولی اونا میگن که ما به جنگ ادامه میدهیم. ما برای شما میگم که دوام جنگ و طولانی شدن جنگ برای هیچ یکی از طرفین درگیر جنگ مفید واقع نخواهد شد. 10 سال جنگ به اثبات رسید که مفید واقع نشده است، بعد از این هم واقع نخواهد شد. کسانی که میخواهند به جنگ ادامه بدهند معنای آن این است که میخواهند در آخرین تحلیل مالک یک کشور ویران شده، یک اقتصاد خراب شده، سرپرست، بزرگ، رئیس جمهور، حاکم، امیر هزاران طفل یتیم و هزاران بیوزن میخواه شود. اینجا کوپنهاگن پایتخت کشور دنمارک است. کنفرانس صلح در کوپنهاگن با اشتراک کشورهای مختلف جهان تدبیر گردید که هیئت جمهوری دموکراتیک افغانستان نیز در آن اشتراک فعال داشت. در این کنفرانس صلح کشورهای جهان جنگ به ویژه مسابقات تسلیحاتی و جنگ ضربی را که هر روز بیشتر از روز دیگر بشریت و کره ما را تهدید می نماید تقبیح کردند و یک بار دیگر تاثیرات جنگ ضربی را که اولین بار در هیروشیما و ناکاساکی ژاپن توسط امریکا استعمال گردید مثال آوردند و همه کشورهای جهان به خصوص دارندگان سلاح ضربی و آنانی که این مسابقات را دامن میزنند خواستار شدند که به انسان، هستی انسان و تمدن بشری بیاندیشند. هیئت جمهوری دموکراتیک افغانستان با شرکت فعال خیش در این کنفرانس و اینکه جنگ در کشور ما چه ارمغان داشته است توجه همه جهانیان را یک بار دیگر به مشروع صلح‌خواهانه دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان جلب نمود. تمام بشریت در سراسر کره زمین جنگ و جنگ افروزان را تقبیح می کنند و ندای صلح هر روز بیشتر از روز دیگر در جهان ما اوج می گیرد. مردم شهر کابل با استقبال گرم از مشی مصالحه ملی به شادی نشستند و با امید با آینده روشن و دسته های پر از گل های رنگین چشم به راه عزیزان خود شدند. نویدهای سعادت و خوشبختی کرمغان مشی مصالحه ملی اند، یکی بعد دیگر پا به عرصه وجود میگذارد. ورق بر میگردد، درهای زندانها گشوده میگردد و هزاران زندانی با شور و شادی آزادی را نظاره میکنند و آشتی ملی را که آزادیشان ارمغان آن است صمیمانه سلام میگویند. مشی مصالحه ملی به همه راه نو، امید نو و زندگی نو هدیه نمود. هزاران چشمهای منتظر دوباره عزیزانشان را در آستانه خانه هایشان دیدند. نام زبیولاس و ما به مدت 7 سال حبس محکوم شدم. به مدت 3 سال سپری کردیم. دولت نظر به فرمان که به خاطر مصالحه ملی اعلام بریده بود من امروز مورد حبس قرار دادم. میگویند زندگی چون جاده طویل دو طرفه است که در هر دو مسیر آن رفت و آمد جریان دارد، ولی در این راه بهروزی و خوشبختی از آن کسانی است که به خوبی ها، نیکی ها و ارزش های انسانی میاندیشند و آن را در گذر زندگی خیش عملی و ترویج مینمایند. ولی جنگ تمام ثروت‌های ملی و اندوخته‌های فرهنگی کشور را نابود می‌کند. از انسان این موجود متفکر و هستی ساز حیولای وحشت، دهشت و زشتی می‌سازد. پس نابود باد جنگ و سلام بر سال که ناموس ترقی، تعالی و شگوفانی بشر است. ما گروپ های مسلحه را نگاه می‌کنیم که با استقبال از مشی مصالحه ملی به کابل آمدند. لحظه دیدار آنها با شهریان کابل نهایت باشکوه است. چشمها با دیدن هم دوباره روشن می‌شوند. رفیق نجیب در دیدار با این گروپ 500 نفری فرمودند: سوال اعلان مصالحه ملی نمودیم. چرا؟ بر مبنای ازی که اگر روز 10 نفر 5 نفر از طرف ما کشته میشه، 10 نفر 5 نفر او طرف کشته میشه، وام از ما هست. کاش که نیروی دیگر خارجی در برابر ما مطرح می بود. باز افغان ها مثل پدران و نیاکان خود ضرب شمشیر از اونها را نشان میداد برشان، ولی کی میموره؟ از هر دو طرف برادر ما میموره. لذا ما میگم به خاطر از این نی که ما ضعیف هستم، ناتوان هستم، بی قدرت هستم. ما بر شما به صراحت میگم امروز 500,000 نفر قوای مسلح داریم. مجموعه سازمان های اجتماعی ما از اتحادیه کارگران گرفته تا دیگرها کلش که محاسبه بکنین 1,000,000 نفر میشود. قوت و طاقت زیاد هست، مگر این قوت و طاقت زیاد را ما علیه کی استعمال بکنم؟ علیه برادر خود؟ علیه خودت؟ همین این مصفیدان ما و بزرگان ما در اونجا کتمه جمع شدن، خدا کتمه فارسی گپ میزنن یا کتمه پشتو گپ میزنن. قرآن ما شریک، مذهب ما شریک، دین ما شریک، زبان ما شریک، احساس ما شریک، عاطفه ما شریک، زبان ما شریک. پس ما علیه کی بجنگم؟ لذا سوال زور آزمایی در برابر برادر لازم نیست. ولی در برابر استادان محترم خیش این سوال را باید گذاشت. خدای نخواسته اگر صباح و فردا اینجا یک حکومت فاندامنتالیست اکستریمیست ضد تنوع و پیشرفت به وجود بیاید، در اونجا سوال از موجودیت و عدم موجودیت پوهنتون مطرح بحث است. تمام کانونهای علمی و تنوع مطرح بحث است. استاد، دانشمند، طبیب، دکتر را بگذاریم که خانم قطعا حق نخواد داشته باشد، نه در تحصیل، نه در مکتب، نه در پوهنتون، نه در خانه، نه در بازار، نه در مارکت، نه در تجارت خانه، نه در فابریک. اینجا سوال اساسی است که باید در برابر استادان گذاشت که از کدام خط باید دفاع صورت بپذیره. تمام تلاش بریزی که حداقل چیزی باقی مانده ای را حفظ بکنیم، ای را نجات بدیم. در غیر صورت این جنگ و این توتها و این دسایس ملی، منطقوی و جهانی نه تنها تنور و ترقی ما را و پیشرفت ما را میخوره، وطن ما را میخوره و تجزیه میکنه. و اینجا هر انسان وطن پرست و وطن دوست، به خصوص کسی که چراغ و معرفت و تنور را در دست دارد، چه احساسی مسئولیت در قبال تاریخ وطن و مردم و آینده میکند؟ ساده سر جفری هاو یا بینظیر بوتو یا آقای بوش در امریکا تقاضا می کند که ما حل سیاسی مسئله افغانستان را می خواهیم. خب بارها از حل سیاسی مسئله افغانستان صحبت کرده، کانفرانس ها، روی میز ها، حتی موافقات ژنو را امضا کردند. رئیس یک سند با اعتبار بین المللی، امریکا به مسابقه گارانتور و تضمین کننده، پاکستان به حیث متعاقد به سند بین المللی، به سازمان ملل متحد، به منشور ملل متحد، به تمام پایه حقوقی چنین اسناد که ارزش بین المللی دارد نه تنها پشت پا زدن بلکه با امضاهای خیش که در پای از این اسناد با اعتبار به میز زده بودند میز رو زیر پا گذاشتند. نه تنها مداخله قطع نشد که باید قطع میشد بر اساس سند اول از این توافقات ژنو، تشدید شد و به تجاوز آشکار و مستقیم مبدل گردید و سوال ادغام افغانستان مطرح بحث شد تحت نام کنفدراسیون با پاکستان. سوال بر رسمیت شناختن خط دیورند مطرح بحث شد و سوال حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال وطن مطرح بحث شد. خب میخواین حل سیاسی را، مگر در کنارش سوال مطرح بحث بسازن که حل سیاسی از طریق نبودن حاکمیت و رژیم کنونی مطرح بحث است. حل سیاسی که یک طرف قضیه را شما نفی بکنین با کی انجام میدین؟ چرا این تناقض وجود دارد؟ برای که هنوز اونها این پلان های خود رو نداشتنده، پلان بلعیدن وطن. خب ما حل سیاسی وطن را میخواهیم، ولی در کنار ازی برای مجاهدین یا مخالفین اپوزیسیون رژیم افغانستان سلام میدهیم که جنگ ادامه بکنه، کشتارها و خونریزی ادامه پیدا بکنه و اونا را تشویق بکنیم که هیچ گونه حل سیاسی را نمیپذیرن و باز بگویم که حل سیاسی را میخواهیم. دوباره ازی باز دلارها، باز راکتها، باز تمام مسائل. خب در چنین حالتی با وجود این کرسی از ملت افغانستان است و ما این اداره کردیم، حاضر شدیم که در فرصت کوتاه حاضر استیم به طرف انتخابات بریم، بگذاریم مردم افغانستان هر کس را انتخاب بکنن. برای ما قابل حرمت و احترام است. شاید ما را انتخاب بکنن، شاید شما را انتخاب بکنن، شاید عربی ما را انتخاب نکنه، برای کسی سوم رای بده. و اگر دوستان ما فیصله می کنند که شما بیایید نظامی را به وجود بیارید، بگذار شما نمیتونید این سوالای ما را پاسخ بدید، اونا میاین برای ما پاسخ بدن. اگر شما رضی اعتماد دارید ما قبول میکنیم که بیاید گلبدین اینجا رهبری از این دولت را به عهده خود بگیره. این مسائل شما حل و فصل خواهد شد یا این پوهنتون ها و این کانون دانش از معرفت بسته خواهد شد و قفل بزرگ انداخته خواهد شد و در اینجا به طرف یک متد فناتیزم و تعصب گرایی و عقب گرایی قرنها قبل تاریخ افغانستان که تقریبا عقب هم نگه داشته شده از این قدم پس بر ببری شد. یکی را باید پاسخ داد، این سوال را باید پاسخ داد و ما توقع ما از استادان محترم همی هست. برای مثلا ما تلاش کردیم که سیاست مصالحه ملی را مطرح بس بسازیم. برای ما برادر افغان مطرح بس است فعلا که یک دفعه ملت پارچه پارچه خود پس دوباره یک جای بسازم. بگذاره نگه دیروز در روز سب چنگیره، بیاید این روز با ما یک جای، با ما اگه در این سب چنگیریم با اونا یک جای قرار بگیریم. باز بادزو بر اساس منافع ملی وطنی خیش تصمیم میگیریم که مراودات ما، مناسبات ما با کشورها، با همسایه ها، با جهان اسلام، با غرب، با شرق چگونه باید باشه. ولی ملت را از این چندگانگی باید بیرون کشید. آشتی رو مطرح بحث کرد. برای آشتی بهانه‌هایی بود. اسلام در خطر است. تمام اصول را مراعات کردیم که گویا ایبانیش هم برطرف شد. اتحاد شوروی آمده کشور را اشغال کرد. راه پیدا کردیم که اونا به کشور خیش عودت کنند. سوال قدرت و اقتدار از کرسی را تسلیم میکنیم. بیایید کرسی مال مردم افغانستان است که بریم به انتخابات. ولی سوال این هست که شما این را تسلیم میکنید. ما را با شما مارخین، شما روشنفکران، نسل های آینده روشنفکر شما بعد از طی دهها سال و قرن متهم نخواست هاست که نجیب الله و یارانی از اونها و امی کسایی که روشنفکران بودن و در پیشاپیش تنور و پیشرفت و ترقی استاد بودن مسئول تمام مبارزات چی شد؟ به دست کی سپرد که ما را اینقدر به عقب بندازن؟ ما محکوم نخواهد شدیم؟ تمام از این مسائلی که میگیم این مسائل را بگذاریم، قانون‌های از این مسائل از بین نخواد بره. رضاگری دایره بزرگ و وسیع و عظیم ما این مسائل را با مسئولانه مطرح بس بسازیم در جهت عشق با مسلک خویش، با تحصیل، با علم، با قانون فرهنگ، با قانون پوهنتون‌ها، با مقام استاد بسنجیم. بازم ما فکر میکنیم شما برای ما اجازه نخواد دادیم، برای هیچ کس اجازه، به خود اجازه نخواد دادیم که رژیم سیاهی بر شما مسلط شود. فناتیک، فاندامنتالیست و اکستریمیست. اجازه میدم استادان منور ما اینجا تمام مبارزه در این جهت است که ما از این تنوع و پیشرفت دفاع میکنیم و دیگران ما را به عقب میکشند. ما در مذاکرات خود با نماینده سرمنشی ملل متحد با نمایندگان دیگری پیوسته سوال مطرح بحث ساختیم که حفظ قدرت و کسب قدرت مطرح بحث نیست. برای مردم افغانستان فقط یک گارانتی و ضمانت باید داده شود: قطع جنگ، قطع خونریزی و مکانیزمی دقیقی برای تأمین قطع خونریزی و جنگ به میدان بیاید. در او صورت ما حاضر هستیم با انعطاف پذیری، با کمپرومایز، با از خودگذری برای ایجاد یک میکانیزم عبوری قابل قبول برای تمام جوانب روی میز مذاکره با جانب افغانی همه از مسائل هیچ استثنا نداره، هر نوع سوال را هم مطرح کنیم و هم حل نماییم. ولی باید ضمانت و گارانتی و ایجاد میکانیزم هم کنترل ارسال اسلحه، هم برداشتن سیستم های خطرناک اسلحه از افغانستان و هم تامین آتش بس و در او فضا که ضمانت و گارانتی صلح وجود داشته باشه و ما بفهمیم که پس دوباره همه از مسائل از جریان جنگ گذار کرد به طرف صلح، از یک جریان قتل و قتال و مخاصمت بین افغانها انتقال پیدا کرد، پس دوباره در یک مسیر دموکراتیک، در یک مسیر آزادمنشانه، در یک مسیری که حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان مطرح بحث است. دوستان شما مطمئن باشین که رژیم کنونی، دولت کنونی، حزب وطن، متحدین سیاسی از اونها با تعقل و خبرت سیاسی و تدبیر سیاسی و مسئولیت بزرگ تاریخی خیش گام‌هایی را در جهت تأمین کامل صلح، اعمار مجدد افغانستان و وفاق ملی افغانستان با جسارت، با مردانگی و شجاعت خود برداشت. تقاضای کسب قدرت را می نماید. کسانی که سیاست می فهمند و در برابر ملت و سرنوشت آن احساس مسئولیت می نمایند، خطرات ناشی از خلای قدرت را در شرایط کنونی که تقریبا همه مسلحن و جنگ و مداخله از خارج نیز جریان دارد به خوبی و وضاحت درک می نماید. همیش با شما دوستان محترم است روی کاغذ صحبت کردیم. خوب است که بعضی پرنسیپ ها در کاغذ و توسط نوک قلم به تعریف در بیاورد، ولی امروز ما از متد صحبت های شما که در پارلمان تعقیب میکنین اگه اجازه شما باشه که آزاد و دوستانه و شفایی هم صحبت های را انجام بدیم، چرا که کمک در تحریر و کاغذ و اینا آدم خود را مقید احساس میکنه. درست است؟ از اون فضای دموکراتیکی که شما داشتین. قبول میکنیم همی رژیم، همی حاکمیت، حزب وطن، قوای مسلح، نیروهای متحد سیاسی از اینا از عرصه بیرون رفت. برای ما سریع و روشن بگویید، خوب اندیشیدین نسبت به این مسائل، کدام نیروی سیاسی دیگری به شمول تنظیم های سیگانه یا معتدلین میتونه جای از این حاکمیت را به زودی فوراً پر بکنه که در برابر بنیادگرایی مقابله کرده بتونه؟ بارها به شما جرگه ها از اون طرف آمدن، قماندان ها آمدن. روزی که تنه کودتا کرده بود صبح ایره خود حضرت صاحب مجددی قصه کرده که من تمام شب نفل میخواندم که خدای نجیب را حفظ بکنی، برای ازی که اگر گلبودین بره در اونجا با پیروزی برسه جای برای ورود ما دیگه وجود نخواهد داشت. شما ایتا فکر بکنین که بنیادگرای به در افغانستان، چرا که الترناتیو برای شما بگویم به صراحت از شما پنهان نمیکنم، امروز بسیار مسائل ما در برابرتون گشاده میگذاریم. بگذار تریبون پارلمان افغانستان، تریبون سنگین و با وزن پارلمان افغانستان، خودش یک وسیله دیالوگ غیر مستقیم و یا دیالوگ مستقیم از طریق امواج تلویزیون و رادیو و تمام افغانها و جهانیان باشد. اگر این رژیم، این حاکمیت و متحدین سیاسی از اونها و حزب وطن نباشه، جایی را که در اینجا پر میکنه ما براتون بگویم فقط بنیادگرایان هستند در حمایت و پشتیبانی با بیگانگان. اگر آمد گلبودین و خالص و سیاف در اینجا نه این برای ما به صراحت بگوین جای برای میان روها هست؟ ظاهرشا را اجازه میتن که اینجا به نوگانه ها را اجازه خود دادن؟ خب رستگاری ملی ما را خب بگذارین و نوزت اتحاد و دموکراسی و آزادی را بجایش برای یک جنبش کوچک روشنفکری و یا سیاسی و یا حزبی که نام داشته باشد و از تنور و ترقی و پیشرفت و دموکراسی و آزادی نام بگیرد جای دیگر برایشان وجود نخواهد داشت در جامعه افغانستان. چنین نیست حقیقت؟ پس چی هست که جلوی چنین خطر بزرگ از افراطگرایی را، از بنیادگرایی را، از اکستریمیزم را، از وحشیگری را، از قتل و قتال را، از یک دوره تاریک و سیاه و وحشت زده را در جامعه میگیره؟ کدام نیرو هست؟ خوش کسمه سوال علایده است. اینمی واقعیت جامعه شده است و با یک فاکتور مهم به نسبی ثبات داخلی افغانستان مبدل شده است. لذا ما برای تمام هموطنان خود خطاب می کنم، برای تمام نیروهای سیاسی که در داخل با ما هستند، برای تمام افغانهای مسئول و نیروهای سیاسی که در خارج هستند، گام خود باید چنان مسئولانه برداریم که خدای ناخواسته صبح در کوچه ها و بازارها ننگ و عزت و غیرت خواهران و مادران ما به برباد رفته نباشد. حیات سیاسی رو خوب بگذار که دیگه اطفال و خواهران و مادران ما حق حیات و زندگی را در کشور خیش نداشته باشند. چنین گام ناسنجیده نباید برداشته شود. لذا افاده مسائل غیر مسئولانه در چنین شرایط اساس تاریخی بدون در نظر داشته واقعیت‌های مسلمه که تاریخ تلخ بوده یا شیرین به وجود آورده است نباید گام ناشیانه برداشت. لذا تقاضای می‌ای هست گرچه که از امی رژیم امی حزب وطن جایی بهش بگفتی صفتش نیز بگو اگر منتش نمیگیرین باعث یک فاکتور سیاسی که ثبات افغانستان را حفظ میکنه و ضرورت است موجودیت سیاسی از مفید برای جامعه و برای شخص فرد جامعه است باید بپذیریم و با حفظ امین نیروی به نسبه ثبات جمع نیروهای دیگر ثبات بیشتر را تامین بکنیم. وقتی که همه چیز در مسیر دموکراتیک افتید و صلاحیت واقعا به اراده مردم افغانستان داده شد در اونجا مردم افغانستان است که انتخاب میکنند کی را با مسابه قدرت و زعامت پیش بکشند. من راه دیگری را سراغ ندارم. در این سیاست خیش برای شما بگویم که هیچ افغانی را مستثنا نساختیم، هیچ افغانی را، و با همه کس مذاکره را در همه جا در همه سطوح و اشکال متنوع و گوناگونی از اعلان کردیم که سوال مذاکره در مکه معظمه باز بسیار مشهور شد. شما به یاد دارین که ما اگر ضرورت اتفاق افتاده که شخص ما برای یک مذاکره بدون در نظر داشت از اینکه در کدام سطح قرار داره ولی یک گامی بوده باشه در جهت تامین منافع مردم افغانستان و سفرهایی برداختیم ولی مذاکرات را انجام دادیم. من خودی را عار ندانستیم، افتخار دانستیم. برای تو رهبر تنظیم و گروه قمان مختلفه نیست که من نامه های متعدد نفرستاده باشم و و از همه از اونا تقاضا نکرده باشم که با کشورتان تشریف بیاورین، بیاییم که در یک وفاق ملی به هم دیگر جمع شویم، یک وحدت ملی را ایجاد بکنیم و همین غمها و مصیبت های مردم افغانستان را به پایان برسانیم. هیچ سوال قدرت مطرح بحث نیست، جاطلبی مطرح بحث نیست. بیاین همه ما با خودگذاری در ایران که برای جهانیان این مسئله هم ثابت شود که اگر افغانها به هم جنگیده هم میتانن، به هم صحبت هم کرده میتانن. در طول تاریخ چندین هزار ساله افغانستان در بسیاری از مواقع در لحظات چرخشی مردم ها و نمایندگان مردم، ریسفیدا، بزرگان، سیاستمداران، علما، مشایخ، روشنفکران به هم نشستن و پرابلم ها را با گیری های بسیار سخت را نه بلکه با دست باز کرده. اگر از لحاظ شخصی بگوین که من قدر دعوت میکنم که بعضشان زمامدارای صادق هستن و بعضشان زمامدارای نو به دوران رسیده هستن و بعضشان در اشتیاق زمامداری جدید هستن. از لحاظ شخصی برای من رقبای زیاد پیدا میشه دوستان محترم و تکلیف است. مگر ما این سوال مد نظر نگرفتیم؟ از پادشاه تا گدا دعوت میکنم که بیاین سر یک دسترخوان افغانی بنشینیم، مسائل حل و فصل بکنیم. قانون اساسی را شما در لوی جرگه به تصویب رسانیدین، 1366 1369 را به تعدیل کردیم. در این قانون اساسی حقوق ادبا را بسیار برجسته ساختیم. قانون اساسی که ما برای شما بگویم که مخالفین در ارتباط با هر مسئله ما میتونن سخن بگوین و تا کنون نگفتن، او صرف مسئله قانون اساسی. برای اینکه یک کار مقدماتی طولانی صورت گرفت، دهها قانون اساسی کشورهای مختلف مطالعه شد، قوانین اساسی کشور ما زیر مطالعه قرار گرفته شد و بالاخره بحث وسیع و همه جانبه که شما به یاد دارین در لوی جرگه هم برای تصویبش و هم برای تعدیلش صورت گرفت. شورای قانون اساسی هم که در جزی قانون اساسی است، مجلس را انجام میده و ما را ملتفت به یک مسئله میسازه که نجیب الله رئیس صاحب جمهور هر روز میگی که تمام افغان ها نقش بگیره، من جمله ظاهرشاه نقش مهم گرفته میتونه و عمده گرفته میتونه. یک فرمان شورای انقلابی در یک زمان صادر گردیده است که یک عده را سلب تابعیت کردن و این مغایر قانون اساسی است. بگوین کی را ملغا بکنه این فرمانه؟ مطابق قانون اساسی صلاحیت کیست؟ رئیس جمهور ملتفت شد که بیا والا وقت شام است و موقع هست، ما این فرمان ملغا میکنیم. ما گفتیم که سلب تابعیت ملغا، پاسپورت ها داده شود، افغان هستن هر کس میه به افغانستان بیه. خب این کار برای ازی انجام دادیم که نیکی کنو در دجله انداز که عزت در بیابانت دهد باز. خب دیگه شکی نیست که خداوند متعال و یزد متعال که صلح را خیر گفته و صلح خیر، هر گامی را و هر حرکت را که شما در جهت تامین صلح بردارین، او برکت دیش مندازه و برای آدم اجر شمیت های برای انسان. توشی ای دنیای آدم هم میشه، توشی او دنیای آدم هم میشه. مگر ما بر مبنای احساس مسئولیت افغانی خیش نیزی کار انجام دادیم؟ از اون طرف آواز بلند میشه. که صاحب ما خوی فرمان را به رسمیت نمیشناسیم، برای از که یا مشروعیت ندارن برای ما، تداوم کودتا هست. اجازه بدین دوستان محترم، جهان طوری آمد، وضع طوری شد که یک جوان 45 ساله با احساس مسئولیت عمیق تاریخی خیش در برابر مردم افغانستان 76 ساله میشه، با تدبیر برخورد میکنه و با همه کس میگه که جمع شویم که کار ما این نبود، این کار کسایی است که 76 ساله باید باشه، ریش‌سفید هستن، بزرگ هستن، تجربه تاریخی دارن، 40 سال پادشاهی کردن. اونا باید بگن که بچه ها، اولادای من، مناقشه نکنین، مشاجره نکنین، اختلافات بس است، بیایید به هم دیگر جمع شوین، ما برای شما پل میشم، ما برای شما زمینه میشم که شما را به هم دیگر یک جای بشانم. 4 روزی از عمر ما باقی است، امیر جهت خیر و فلاح و صلاح مملکت ما به کار میندازم. صاحب یک دفعه یک آواز احساساتی بیرون میپره که مشروعیت نداره برای وقتی که گلبودین سوالش مطرح بس میسازه، برش دو و فش و دشنام میته، مرا در پالوش کتش دو و دشنام میده، برای زو آرام است. سیاف اعلان میکنن، شما بارها شنیدین که اگر میخواه پادشاه به افغانستان بیاید، چشمای خود سرمکدگی برای قربانی به آرام است. سبقت الله مجددی اخیرا رفته حضرت صاحب در آلمان گفته این نقش پسیف داشته در جهاد، چی رول را ادا کرده؟ چی حق داره که بیای از جهاد افغانستان چیز ثمره ای را بگیره؟ در برابر از اونا آرام است. ما به حیث یگانه نیرویی که وام به خاطر کدام مسئله شخصی نی، به خاطر منفعتی که ما از سبقت الله دعوت کردیم، ما از میان روا دعوت کردیم، از موگانه ها دعوت کردیم، از قماندانای داخلی دعوت کردیم، از روشنفکرای افغانی دعوت کردیم، حتی از اون بنیادگرایا هم بدون استثنا دعوت کرده بودیم. اونا در نتیجه سیاست های غلط خود را از عرشه کشتی سرنوشت مردم افغانستان به دور انداختن. اگر نه ما استثنا قائل نشده بودیم که بیایید، بزرگ ما هستین، تجربه دارین، یک کار را و یک خدمت را اگر برای مردم افغانستان انجام بدیم. تداوم نجیب هم تداوم کودتاست، کودتای 7 ثور، فلحاظا مشروعیت ندارد. مردم افغانستان و تاریخ افغانستان یک تاریخ دیگر هم به حافظه خود داره. 26 سرطان 1352 کودتا بود نی؟ بله، یا انقلاب بود، هم کودتا بود. برای از او کودتا مرا بسیار ببخشن، بگذاریم که ما هم بالاخره 5 سال شده قدر در که تمام روز لخت جگر میخوریم که این مردم که در تالاب خون غرق هستند که آواز ما را هم بشنون. همین دیالوگ است با پادشاه سابق افغانستان که هیچ کس سر صدا نمیکنه. یک نجیب سر صدا میکنه و 5 سال از گفته میره که راه برات باز است. بیا که اگر بتونیم یک کاری را انجام بدیم، این کشتی شکسته را برسانیم به این ساحل مقصود، به این اجازه بدیم که باز برای کودتای بعد از 26 سرطان استعفا نامه روان نکرد، باید نامه روان نکرد. اگر کودتا را بچه کاکا و خیشا و اینای ما انجام بده، خیر است، مجال است، و اگر دیگرها انجام بدن، هر تغییر و تحولی که به نامشروع است. اگر به این مترها گز بکنیم، به این مترها، ما برای شما میتونم بگویم بسیار دور نمیرم، هم جمهوری داودخانه بگیریم، هم سلطنت امامت ظاهر شاه رو بگیریم. در هر دوی از اینها بدون شک در دورانشان لوی جرگه ها دایر شده است، ولی لوی جرگه ها برای حل و فصل مسائل دیگر ملی و سیاسی و اجتماعی دایر شده است. برای ما بگوین که برای به قدرت رسیدن پادشاه به سلطنت یا لوی جرگه افغانستان رای داده باشه، یا انتخابات عمومی انجام پذیرفته شده باشد، صورت گرفته. اگر حافظه ما کار نمیکنه، شما برای ما جواب بدید. من در دوران ما داود خان لوی جرگه پسان صورت گرفت. وقتی که به اقتدار رسید، مردم افغانستان او را انتخاب کرده بود یا لوی جرگه افغانستان رای داده بود؟ اگر به این متر گز بکنیم، ما فکر می اما تو پیش برین، اما تو تاخیر پیش برین، کسی با مشروع باقی نخواد، مان کلش غیر مشروع خواهد. و باز تازه چی ضرورت هست که این سوال ها را ما شما حل بکنیم؟ این کدام گری و کدام مشکل پرابلم افغانستان را حل و فصل میکنه؟ بلکه توقع ما ایست که بزرگان ما و ریشسفیدان ما که تجربه دارند در این لحظات تاریخ، ما اگر بخوایم احساساتی از این جانب و او جانبی جوان ها، گرچه جوان هم چندان مطلب بس نیست، حضرت مجددی سنش دو چندان ما بالاتر است، وامون رد میکنه، ایره جوان هم ردش میکنه، ایره نجیب را برش باز میگذاره، مستر رضوان شکران نعمت میکنم. گله برای ما پیدا میشه. و بیشتر برای شما گفتم که اگر این رژیم و این حاکمیت نبود و اینجا آمدن افراطیون، صادقانه برای شما میگم بدون از اینکه مسئله تبلیغاتی باشه، شما برین امشب چرت بزنین، چراغا را گل بکنین، در جای خوابتان بفتین، در تاریکی چرت آدم خوب میه. که آیا در زمان اقتدار بنیادگرایی ها جای برای علاذت مزایشات در افغانستان وجود خواهد داشت؟ در این مورد تمام حرف ها گفته شده است. ما با تمام آنهایی که روی پلتفرم وطن پرستانه با ما در یک سنگر قرار می گیرند حاضر به مصالحه هستیم، با آنهایی که افغانستان آزاد، مستقل، دموکراتیک، بی‌طرف، خوشبخت و سعادتمند را می خواهند. با کیها مصالحه نمی کنیم؟ با آنهایی که به جنگ و برادرکشی و به حرفه باندیتیزم ادامه می دهد، با آنها مصالحه نمی کنیم. زخمهای مخوف و نکبت بار که از آن وحشت نکبت و زشتی میبارد و در آن صدها انسان بیگناه شکنجه شده و به بیرحمانه ترین نوع به قتل رسیدن زندانهای میبارد و در آن صدها انسان بیگناه شکنجه شده و به بیرحمانه ترین نوع به قتل رسیدن